بسم الله الرحمن الرحیم خب به خاطر از اینکه برم چی کنم د جی انباکس میرم د انباکس گرفتم بعد از اون میرم د جیمیل د چی د سیلینگ از این قسمت میرم د سیتینگ وقتی سیتینگ گرفتم د جی کلیک میکنم د این قسمت ما دارم ان کانت اند امپورت د این قسمت اگر شما د اینجا اگر میخواین پاسورد تون چنج کنین چنج پاسورد بزنین د جی بر شما پاسورد چنج میکنه این صفحه باز میشه د این قسمت شما میتونه پاسورد تون چنج کنین سعی شد پاسورد تون چنج بشه خب در قسمت بعدی ازی دارم چنج ریکاوری اپشن دیجه پاسورد تانه چنج بکنه دیجه ریکاوری اپشن تانه چنج بکنه بچی منو در اونجا شما اگر در ریکاوری اپشن تان ایمیل را داده باشین یا جیمیل را داده باشین از این طریق چی میکنه ایمیل داده باشین و دیگه شماره تلفن داده باشین و ریکاوری اپشن رو میخواین تغییر بدین از این طریق تغییر میخواد صحیح شد شماره تلفن و ایمیلی که دالتن و آدرس میدین در بعدی ازی دارم امپورت میل ان کانتاکت اینی کس دهی چی میکنم؟ این را کلوز میکنم که کار نمیتا بعد از دهی چی دارم امپورت ایمیل این کانتکت اگر شما کدام ایمیل از چی دارین؟ از آت میل دارین یا یاهو میل دارین در اونجا اینا را میخواین ایمیل تمام ایمیل هایی که در اومده و کانتکت ها مثلا اما کسایی که شماره تلفن و ایمیل آدرسش پیشت است اونو کسا را از او بگیرن دهی جا امپورت کنن یعنی از او بگیرن دهی داخل کنن دهی جیمیل تان داخل کنن باز میان در کجا در امپورت ایمیل دا امپورت ایمیل من دیگه قسمت ایمیل تان بر شما ای رقم میکنه صحیح شد خب لودنگ میکنه بعد از لودنگ کی کرد خب حالا ما میخوایم چی میکنه میخوایم که از ام ابلاغ ات اومل دات کام تمام کانتاکت ها و تمام ایمیل هاش دی جیمیل هم داخل کنم که هر وقت ایمیل بیاید دا اونجا دا اینجا ما دیده بتانم که دا ات میل با چی ایمیل آمده به این خاطر باز من میم امپورت فرام انادر آدرس ای را میگیرم ای را ایتو میکنم بعد از دیگه دینیج نوشته میکنه what do you want to import چی را میخواین که امپورت کنن اما نام خب در بعد از میم چی میکنم گفتم که در امپورت میل ان کانتکت در امپورت میل ان کانتکت چی میکنم مثلا اگر بخوایم از دیگه ایمیل مثلا آت میل یا او میل از اینا بخوایم کانتکت های ما رو کانتکت شما میفهمه و غیر از بدون کانتکت ها بعد از او چی ایمیل هایی که در او آمده او رو بخوایم در جیمیل بندازیم این را از طریق امپورت فرام انادر ادرس میگیرم در اینجا میگنم اوکی میکنه امپورتینگ میکنه بعد از او میگه که اما ادرس که شما میخواین از اوش کانتکت و ایمیل تا دا داخل جیمیل بندازین و کدام ادرس است در اینجا میگیرم نوشته میکنم ام ابلاغ تو چی هست؟ ام ابلاغ ات خو از تو چیست؟ ام ای ای ان او دی ای ان دات عرب زاده دات عرب زاده ات اوتمیل دات کام صحیح شد؟ این حالا من میگم که تمام کانتکت ها همه شماره تماس دیگران را که میگیریم مثلا لینک مثلا ایمیل هایش را پیشتان هست مثلا بیشتر ایمیل های مشتری ها و این کسا را شما میگیرین اگر کسایی که کار داشته باشین ایمیل هایش پیشتان هست میخواییم که اونمو کسایی که برای من ایمیل هایش در آت میل هم ثبت است و دیگه برای من ایمیل روان کنه اونمو تمام ایمیل ها و تمام کانتکت ها در جیمیل بیاریم به این خاطر دینی جا میرین امو هارت میل است یا یاهو است در اینجا نوشته میکنین از خود باشه چی؟ از دیگه سایت خود باشه از مثلا از هارت میل و گوگل او رو در پسان بگو بعد از دیجا میگیرم چی میکنم کانتینیو میگیرم وقتی کانتینیو که زدم چکینگ میکنم وقتی چکینگ کرد اگر این درست باشه ستاپ بعدیش می اگر امی ایمیل آدرس درست باشه ستاپ بعدیش می اگر نباشه نمه صحیح شد دایز چکینگ تا کی تکمیل شد آل میگه چی میگه ساین ان ان یور دیفرنت اکاونت تو کنفرم امپورت اف ایمیل اور کانتاکت پلیز کانتینیو کانتینیو را بزنن میگه کانتینیو را که زدم میگه ساین ان کنن دو ایمیل آدرس که تو میخوای که داخل شوی دا یک قسمت ما میریم چی میکنیم ساین ان میکنیم خب این حالا یک ساین ان مثلا چی بود؟ این دین بود؟ این دین اینیدین داد عرب 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 زاده صحیح شد؟ ات آت دات کام پاسورد داشتی هست؟ خواه
اینا میگیرم پس از اینا کلوز میکنم دیگه میرم پس امپورت فرام انادر ادرسه که عین دین عرب زاده آمد میگه اما چی شده دیگه چی کرد دا ایمیل چیزاش داخل نشد چون که ما ساین ان نکردیم به خاطر ما میرم در چی در پس در امپورت این چی میرم امپورت انادر ادرس فرام انادر ادرس دیگه قسمت داشته میکنم ام ابلاغ yahoo@yahoo.com سه شد در بعد از اینجا میگیرم کانتینیو وقتی کانتینیو که گرفتم در بعدی ازی چیکنگ میکنه بعد از چیکنگ بر ما میگه که چیکو اینجا میگه select the import option for mblog@yahoo.com میگم کانتکتاش کلش امپورت کن بعد از اینجا میگم ایمیلاش امپورت کن و امپورت نیو میل for next 60 day میگم اگر ایره فعال کنین خب ایره که فعال کنین تمام کانتکتاش داخل ازی میارین در بعدی ازی اگر ایره فعال کنین تمام ایمیلاش داخل ازی میارین و اگر اینی سومیش انتخاب کنین چک باشه باز دا آینده اگر دمی ایمیل آدرس ایمیل بلاغ در 30 روز آینده هرچی که ایمیل بیه او مستقیم در جیمیل میه بیا در ایجه ستارت امپورت بگی وقت ستارت امپورت که کنی خب در ایجه میگه your message and contact are being imported میسج و کانتکت های تو کالکس در داخل چی شده؟ در داخل جیمیل آمده در ایجا سند کن بعد از اون میم دینی قسمت در کجا آمده؟ این ایم ابلاغ ات آتمه ات یو دات کام این ایجا است در ایجا میخواهیم در ایجا بریم در مار در مار میرم دینی جا ایم ابلاغ ات چی ات یو دات کام رو میزنیم ایم ابلاغ ات یو دات کام سایش رو کلیک میکنیم وقتی کلیک کردیم تمام ایمیل هایی که در او آمده دینی اینجا است اینی ایمیل هایی است که در بین از او است کلکش بر ما دیج آمد یعنی به این خاطر ای به خاطر از این است که مثلا تو سه تا آدرس داری یک دات میل است یک دی او میل است یک دی جی میل است تو میخوای کلک از رو در جی میل لینک کنی ار ایمیل که دو بیا یک سوالات است ار ایمیل که دو بیا تو هیچ بدون باز کردن در جی میل رفتن از این طریق تو ببینی کی بر تو ایمیل کده کی را ایمیل شو میخوای یا کی در کانتاکت تو است ای از این طریق ممکن است در قسمت بعدی از در سیتینگ می وقت سیتینگ که آمده دینی جدا سیتینگ در بعد از دارم چی است دیجه اکانت امپورت اند چیز ایره چیکینگ داره در بعد از او دارم دیجه فاروردینگ یک چیز مهم دیگه اینجا که چی از فاروردینگ است فارورد چی میکنه مثلا شما سه تا ایمیل دارین یکی دا یاهو دارین یکی دات میل دارین یکی دا جیمیل اینا شما جیمیل آت جیمیل تان اکثر وقت باز میکنین اما یاهو تان باز نمیکنین خب به خاطر از اینکه اینا بفهمی که دا یاهو شما کی ایمیل روان کرده او را چی میکنه فارورد میکنه مثلا شما شماره تلفن دو دانه داره دو دانه از یک شبکه داره وقتی یکش خاموش باشه در دیگه زنگ میه این از طریق چیست کال فارورد اما اینا ایمیل دو دانه دارن اینا میخواین که کسی که به او ایمیل روان کنه مثلا در یاهو روان کنه یا در یک ایمیل دیگه روان کنه در اینجاش او را فارورد میکنه مستقیم در ایمه به چی رقم اینا میره فارووردینگ وقتی فارورد که گرفت میره سلیکت میکنم خب اینا لک سلیکت کردم دین اینجا میگه فارورد ا کپی اف امپ این کپینگ ام اف میل دین اینجا اگر شما اینا ای متوجه باشین که شما زمان فارورد که میکنین ایمیل را فارورد میکنین که او باز است مثلا امی ایمیل ام ابلاغ ات جیمیل دات کام فعلا باز است ما را فارورد میکنم با ام ابلاغ ات یو دات کام صحیح شد وقتی بیاین دین اینجا فارورد بگیرم با چی میگه فارورد در کپی اف این کامینگ میل با چی منو اگر شما فارورد میکنن باز یک کپی در دا داخل از این میل ایمیل آدرس هر کسی براتون روان کنه ایمیل آدرس می و یک کپی در دا داخل از اون میل دیگه می خب این حال مثلا اگر بگیریم دین اینجا دیجا چی ایم ابلاغ ات یو دات کام این حال یک کپی وقتی کسی که در ایم ابلاغ ات جیمیل دات کام ایمیل روان کنه یک کپیش دیجا میمانه اما یک کپیش در ایم ابلاغ ات یو دات کام میره صحیح شد در قسمت بعد از میگه کپ جیمیل کپی این دی بوکس خب دینی قسمت وقتی که شما یاهو را باز کنن با زمین ایمیل هایی که از جیمیل رفته این در کجا می باشه صحیح شد در کجا باید باشه خب دینی قسمت بگیرین کپ جیمیل کپی این بوکس اگر شما این در این بوکس بگیرین باز کلش در این بوکس یاهو جمع میشه اگر شما بین اکپی از رید این باز این در یک جای دیگه به نام چی هست بخش خانده دوجه جا به جای میشه اگر باز آرشیف بگیرن باز کل اگرش در آرشیف جمع میشه صحیح شد در قسمت بعدی از دارن دین اینجا دلت جیمیل کپی خب ای متوجه باشین بله بسلام
دینی قسمت اگر ای ده کجاست؟ ای ده داخل از ای چی هست؟ ده داخل ببخشید، ده داخل یاهو نیست، ده داخل جیمیل هست. اگر شما بین ای ده کپ جیمیل کپی این ده این بوکس اگر ای ده بگیرم، تمام ایمیل ها که ده جیمیل می یک کپیش ده این بوکس جمع میشه. صحیح شد؟ ده بعدی ازی اگر بیاییم ما بگیرم مار کپی جیمیل کپی اسرید ای ده اگر بگیرم، اینی که از یک کپی ازی را به عنوان خوانده چی میکنه؟ اینه با عنوان ناخوانده نمید کلگش ایتو مارک میشه که ای خواندگی شده گیست. خب ای در کجا باز است؟ دینی قسمت در قسمت مارک است، رید دینی قسمت میباشه. خب در بعدی ازی دارم ارشیف جیمیل کپی، وقتی که اگه ایره بگیرم کلک ازی رو در ارشیف میبرم. در بعدی ازی دارم دلت جیمیل کپی، اگر ایره بگیرم تمام کپی هایی که در ای امل میه وارا اوتومات دلت میکنه، از یاهو نه از جیمیل دلت میکنه، اما یک کپی در یاهو میره. در قسمت بعدی زد دارم add forwarding address. اگر شما اینجا فارورد کردگی نداشته باشید، حالا چون که این در جیمیل ما فعال است، این مستقیم آمده، اگر شما باز فعال کردگی نداشته باشید باز این رقم نمیه، با شما مجبور هستن که از اینجا برین add forwarding address بگیرید. در اینجا نوشته میکنن ادرس مثلا mablog@artmail.com. صحیح شد؟ بعد از اون next میکنیم، اینا لکه next که کردیم در بعد از اون میگه confirm forwarding address forwarding mail to artmail.com. اینجا برای تو artmail.com یک دانه چی میره؟ یک دانه میل میره که ایره تو confirm میکنی که ای به او چی شوه؟ forward شوه. در اینجا میره proceed، وقت proceed که کردیم در اینجا a confirmation code has been sent to verify permission. در اینجا میرین در artmail شما، در اینجا برین artmail باز کنن، وقتی که artmail باز کنن artmail.com در اینجا sign in بزنن. خب اینا رو میریم امو ایمیل چی میکنم؟ باز میکنم. خب زمانی که شما کانفرمیشن کود گرفتن، دین قسمت مثلا نوشته کنن mablog@artmail.com. هر ایمیل که شما داشتن ام محمدی در اینجا بگیرن 507 بعد از ساین ان در اینجا میگیرن چی ساین ان. وقتی ساین ان که کردیم در این قسمت این باز نکرد. خب شد، بعد از دیجا میرم دی رقم، بعد از میرم دیجا این را میگنم باز میکنم. خب این را غلط گرفت. خب به هر صورت در اینجا وقتی که شما کانفرمیشن کود که زدن باز از اوجه دینی در هر ایمیل که شما میخواین در او فارورد شود کانفرمیشن کود میره. اینی کانفرمیشن کود شما بگیرین اوجه یک چیگه که دیگه داره یک ایمیل می سر از ایمیل کلیک میکنن، شما رو مستقیم دایرکت میکنه بچی با داخل جیمیل. بازی جیمیل به اوتان چی میشه؟ جیمیل به دیگران چی میشه؟ فارورد میشه. خب این بود بخش فارورد ما. در بخش دیگه در اینجا چی دارم؟ در اینجا ما دم دارم. در دم چی میکنم؟ مثلا شما در دمتان یک کالر دلخواهتان انتخاب میکنم. چی رقم انتخاب؟ مثلا ار دم این پشت صفحه جیمیل هم میگه. صحیح شد؟ مثلا حال شما در این بوکس بین در اینجا اوکی کنن، بعد از بین سی کنن در قسمت، در قسمت بالا دین قسمت این بوکس بین. وقتی دین بوکس که بین سک مده پشت ازی چی کده مرکز خدمات اینترنتی محمدیان نگرفه. اگر شما میخواین یک پکچر دلخواهتان برین باز بیاین در سیدینگ، در سیدینگ بیاین بعد از در چی دم، در دم که آمدین دینی قسمت یک کمی پایین تر بین، در اینجا بیاین در کستوم دم. صحیح شد؟ وقتی کستوم دم که بیاین ایجا کلیک کنین. صحیح شد؟ وقتی کلیک کردین خب در اینجا بگی select a background image، در اینجا بگی چی کن؟ این را بگیرن کلیک کنین. وقتی کلیک کردن یک پکچر دلخواهتان در اینجا شما میتونین او میخواین بیارین. خب در این قسمت برین چی کنین؟ یک پکچر اپلود کنین از کامپیوترتان. مثلا چی؟ خب بیاین اینجا از اینجا بگیرن، بعد از اون تایی باز شوه. اینترنت ضعیف است. خب به صورت این از این طریق شما میتونین select a background image میگیرین، بعد از اون کلیک کنین اینی پنجره میه، بعد از اون شما برین upload a photo.
دیگه اپلود اپودو را بگیرن دا بعد از او با شما میرن چی میکنن دا اپلود اپودو دینه قسمت برن دینه قسمت چی بیا سلیکت فرام چی افوتو فرام کمپیوتر دیگه کلیک کنن دینه جا برن نام فوتوی دلخواهتان مثلا بیارن دا کجا مثلا برن دا مای پیکچرز یا هر جا که فوتوی شما باشه فوتو را کلیک کنن اوکی بعد از او اوکی کنن یا اپلودنگ میشه دای داخل که رسید دای جه کلیک کنن سه شد؟ آلی پره میشه تا که ای پره شد بعد از زیره سلیکت بکنن در بکگراندتان چی میشه چینج میشه وقتی بکگراندتان چینج شد مثلا شما مثلا با جور کرده میشه یعنی آدرس چی اما محمدیان آوردن آلی شما میتونین یک بنر دیگه داشته باشین یک اعلانات دیگه داشته باشه اونا رو باز کنین دوجا میتونین چیش کنین پروسیدش کنین آلی سکو چنج میشه صحیح شد دا بعد از اینا میرم رفرش میزنم آلی چی شد اون چنج شد با چی رقم ما کردم دایج میرم بالا این بوکس وقتی که این بوکس رفتم اینا میبینه که چنج شد صحیح شد اما رقم شما میتونه که دمای دلخواه دیگه خدا بیاره وقتی رو سلیکت کنین به رقم میاد خب سوال باشه بفرمایید که امروز درس ما میشه ختم میشه خلاص کردم سوال صد نیست خب کلوز